سلام به همه شما همراهان عزیز، وقتتون بخیر و به آنلاین امروز خوش اومدین. گزارش امروزمون از فضای مجازی رو با نگاهی به خبرها و ادامه بازتاب‌های مربوط به تحریم‌های جدید بین‌المللی علیه رژیم ایران و خبرهای هول و هوش اون شروع می‌کنیم. سناتور تام کاتن نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار ایران هشدار داد و گفت که هر نوع سرمایه‌گذاری در بازار ایران تحت هر شرایطی مملو از خطرات عظیم قانونی و مالی خواهد بود، مگر اینکه رژیم ایران به طور کامل و قابل تاییدی فعالیت‌های شرورانه خودش رو متوقف بکنه. از وقتی که تحریم‌های جدید علیه رژیم ایران اعمال شده، شخصیت‌های مختلف و سناتورهای مختلف حمایت خودشون رو از این فشارها روی رژیم ایران اعلام کردن. از جمله ماریو دیاز بالارد از اعضای مجلس نماینده‌های آمریکا هم از این موضوع حمایت کرده و در توییتی گفته که دیکتاتوری ایران مسئول اجرای اعمال تروریستی زیادی در جهان بوده. من با قاطعیت سیاست هوشمندانه دولت را برای ایزوله کردن ملاها و تحریم‌های شدید علیه رژیم ایران پشتیبانی می‌کنم. همچنین این موضوع روی کشورهای دیگه هم تأثیر داشته. از جمله آلمان اعلام کرده که صادرات آلمان به رژیم آخوندی 50% کاهش پیدا می‌کنه. در ادامه معرفی چهره‌های فساد در رژیم ولایت فقیه، این بار توییتر وزارت خارجه آمریکا چهره جدید رو معرفی کرده، محمد سعیدی کیا، که در واقع وابسته به بنیاد به اصطلاح مستضعفین هست و اتهام اصلیش دستکاری در بازار و به کارگیری شیوه‌های تجارت ناعادلانه است، که این بنیاد بزرگترین بنیادهای کشور هستش که دارایی‌اش بیشتر از 3 میلیارد دلار تخمین زده میشه و 350 شرکت هم به این بنیاد وابسته است. اما در ادامه می‌پردازیم به ادامه کمپین لیست گذاری وزارت اطلاعات و همینطور بلاک سپاه پاسداران تروریست، که این روزها در فضای مجازی هر روز ابعاد گسترده‌تری از اون منتشر میشه و افشاگری‌های راجع به جنایت‌های مختلف سپاه و وزارت اطلاعات افشا میشه. پستی هست در رابطه با عملیات انفجار ساختمان صلح‌بانان نیروهای چند ملیتی در لبنان، که دستور این عملیات از سپاه به سفیر ایران در سوریه داده شده. آخوند محتشمی پور که این سفیر بوده این دستور رو منتقل میکنه و این دستورات رو به نیروهای سپاه پاسداران میدن و بودجه لازم و آموزش های عملیاتش هم توسط سپاه در بیروت تامین میشه و ارائه میشه. از طرف دیگه بعد از اینکه این عملیات تروریستی انجام شد و خسارت های جانی و مالی بسیاری هم داشت، پاسدار رفیق دوست با افتخار اعلام کرد که اون مواد منفجره ای که با اون ایدئولوژی ترکیب شده در مقر تفنگدارهای دریایی 400 افسر درجه دار و سرباز رو یک مرتبه به جهنم فرستاد، هم TNT اون و هم ایدئولوژی اون از ایران رفته بوده، که خودش هم به روشنی به این جنایت اعتراف کرده و این موضوع در روزنامه حکومتی رسالت هم قبلا در تاریخ 3 تیر 66 منتشر شده بوده و گواهی هست بر گوشه ای از جنایت ها و ترورهای سپاه و رژیم ایران. پست دیگه ای هست که تصاویر رو از کتاب هایی که مقاومت ایران در افشای جنایت های سپاه، عملیات های تروریستی اون، نقش سپاه در سوریه، نقش سپاه در فعالیت های هسته ای، امپراتوری مالی سپاه و سایر ترورهای سپاه افشا کرده تا به حال. پست دیگه ای هست که هویت واقعی وزارت اطلاعات رو از زبان علوی وزیر اطلاعات آخوندها بیان کرده، که در صحبت‌های اخیر خودش که در خبرگزاری تسنیم هم منتشر شده گفته امیدواریم بتوانیم دست در دست برادران سپاه رسالت خطیر سیانت از نظام و پاسداری از انقلاب اسلامی را به بهترین وجه ممکن به انجام برسانیم، که همین گفته خودش گویای این هست که سپاه و وزارت اطلاعات در همکاری کامل و هماهنگی کامل با هم هستند و به همین دلیل هم ضروری هست که وزارت اطلاعات هم مثل سپاه لیست‌گذاری تروریستی بشه. در ادامه میریم به مناطق سیل زده در شهرهای مختلف و وضعیت هموطنانمون در حالی که بیش از 40 روز از سیل ویرانگر میگذره. فیلمی هست از پل دختر و وضعیت خانه های گرفتار در سیل. فیلم دیگه ای هست از حمیدیه و افطار ساده و در واقع دردناک مردم سیل زده در این منطقه، که هیچ کمکی به اونها نمیشه و با
با این وضعیت افطار میکنن که کاربری که این فیلم رو منتشر کرده نوشته البته از حکومت غارتگر جز غارت و چپاول سهمی به مردم نمیرسه و در ماه رمضان هم سیل زده ها رو فراموش نکنید. این افطاری خودتونه؟ آره، سفره رمضان برای اون مدرسه شام نه چیزی میارم برای خب؟ هیچی نمیارم. این غذا رو کی براتون آورده؟ آره، این برای خانم روزی بشوته. آها، بعد غذاتون تو همینه نون؟ آره، همین چیزایی که سفره هست؟ آه یس اینجا سر بیا خاموش بگم. فیلم دیگه ای هست از مریوان که امروز به دلیل بارندگی در اون سیلاب به راه افتاده، منطقه هورامان. فیلم دیگه ای باز هم از مریوان و آب گرفتگی خیابون ها و معابر. و کلیپ هم از تبریز هست که در تبریز هم به دلیل بارندگی و نبود زیرساخت های مناسب خیابون ها دچار آب گرفتگی شدن. و کلیپ دیگه هست از روستاهای دهستان غرب رودبار که در نزدیکی استان ایلام قرار دارم. روستاها قدمتی بیشتر از 500 سال دارن و حالا با این سیلاب کاملا زیر آب رفتن و هیچ امدادرسانی هم در این رابطه انجام نمیگیره. شاید بشه گفت که این سیل فرصتی بود تا گوشه ای از جنایتهایی که در 40 سال اخیر به دست رژیم در حق مردم روا شد بیشتر از قبل بارز و روشن بشه و شاید بشه گفت که تا وقتی که این رژیم هست فقر و ویرانی و خرابی هم ادامه داره و پایانی بر اون نیست. اما در نقطه مقابل هم باید گفت که البته چشمانداز روشن و تغییر در فردای ایران و روزی که دوباره این وطن رو از نو بسازیم هم روشنه. ازتون دعوت میکنم که با ادامه بخش قیام ایران ما رو همراهی کنید.